بانواید خداوند سرخط مهمترین خبرها از افغانستان و جهان جزیات کامل از حمله انفجاری بالای موتر طالبان در شهر کابل هشدار شدید روسیه از قدرتگیری داعش در افغانستان طالبان جسد دو مرد را در حیرات به نمایش گذاشتند و در ادامه این گزارش سفارت افغانستان در ایران به طالبان سپرده خواهد شد برای جزیات بیشترین گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیز را دنبال کنید. انفجار در کابل یک مطارد طالبان هدف قرار گرفته است. منابع محلی از کابل میگویند که یک موتر هایلکس گروه طالبان در شهر کابل هدف ماین مقناطیسی قرار گرفته که به نیروهای گروه طالبان تلفات واری شده است منابع محلی روز سه شنبه دوی حد به خبرگزاری صدای افغانستان گزارش دادند که صبح امروز موتر هایلکس گروه طالبان در مربوطات ناحیه دوم شهر کابل هدف ماین جاسازی شده قرار گرفته است با گفته منابع محلی این رویداد در نزدیکی زیارت ابوالفضل ناحیه دوم شهر کابل رخ داده است و طالبان بعد از انفجار ساحه انفجار را به صورت کلی مسدود کردند و به مردم اجازه نزدیک شدن به انفجار را ندادند منابع اضافه کردند که آمار تلفات انفجار تا هنوز مشخص نشده اما امبولانس های طالبان در ساحه رسیدند بیشتر از این نیز افراد و وسایط حامل طالبان در شهر کابل و ولایت مختلف کشور هدف حمله قرار گرفتند اما طالبان تلفات نیروهایشان را کتمان می کنند و گزارش دیگر این که سرویس اطلاعاتی روسیه میگوید فعالیت شاخه خراسان در افغانستان بعد از خروج آمریکا بیشتر شده است سرویس اطلاعاتی روسیه میگوید که آمریکایی ها که علاقمند به دامن زدن به مناطق درگیری از جمله در آسیای مرکزی هستند به طور فعال از تروریست ها برای دستیابی به اهدافشان استفاده می کنند فعال سازی شاخه خراسان شاخه ای از سازمان تروریستی بین المللی در افغانستان همزمان با اجرای عملیات‌های های مخفیانه های آمریکا در این کشور بعد از خروج نیروهای آمریکایی از آنجا بوده است و افزوده که در پس زمینه شکست نظامی در منطقه سوریه عراق دولت اسلامی یعنی داعش نیروهای خود را به مناطق دیگر به ویژه به افغانستان منتقل می کند و خاطر نشان کرده است که آمریکایی ها علاقمند به دامن زدن به مناطق درگیری از جمله در آسیای مرکزی هستند و طور فعال از ها برای دستیابی به اهدافشان استفاده می کند. من به خبرگزاری گفته است که اوج فعالیت های تروریستی شاخه خراسان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همزمان شده است باید افزود که واشنگتن با شکست در جنگ زمینی به عملیات مخفی روی آورده و خروج نیروهای ایالات متحده به ترس شگفتانگیزی با فعال شدن فعالیت های انساختار همزمان شده است قابل یادآوری است که تنها در طول سال 2022 این گروه حدود 20 حمله تروریستی در افغانستان پاکستان و ایران انجام داده که بیشتر از 500 تن در آن کشته شدند. باید افزود که سرویس اطلاعات روسیه در ادامه گفته است که از جمله موارد پرتنین حمله تروریستی در 5 سپتامبر سال 2022 است که یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی سفارت روسیه در کابل منفجر کرده و دو دیپلمات فدراسیون روسیه را نیز کشته است. و در ادامه این گزارش طالبان جسدهای تیرباران شده دو فرد متهم به دوسی را در ولایت هیرات به نمایش گذاشتند. منابع محلی در هرات میگویند که طالبان دو مرد متهم به دوزی را در مرکز این ولایت تیرباران کرده و جسدهای آنها را در معرض دید مردم قرار داده است منابع محلی در صحبت با روزنامه هشت صبح گزارش داد است که طالبان چاشت روز سه شنبه دوی هود جسدهای تیرباران شده دو فرد را در چهارراهی گلها از بخشهای مرکزی شهر هیرات به نمایش گذاشتند مسئولان محلی طالبان در هرات مدعی شدند که این دو مرد بعد از ارتکاب دوزی در حال فرار در مسیر باغدشت شهر حیرات از سوی جنگجویان گروه طالبان کشته شدند در همین حال باشندگان شهر حیرات می میگویند که طالبان حین نمایش جسدهای کشته شدگان برق هایی که در آن نوشته شده هر کسی که میخواهد دزدی کند از اینها پند بگیرند را رو روی جسد آنها گذاشتند و طالبان پیش از این است های افراد مسلح را که در درگیری با جنگجویان گروه طالبان کشته شده بودند در هیرات و بلخ به نمایش گذاشتند و گزارش دیگر داریم این که سفارت افغانستان در تهران به طالبان سپرده خواهد شد یک دیپلمات سفارت افغانستان در ایران با آمو تایید می کند که وزارت خارجه ایران سفارت این کشور را به طالبان تسلیم داده است و قرار است روز یک شنبه هفته آینده سفارت افغانستان در تهران به گونه رسمی به طالبان سپرده شود من به آمو گفته است که تا وقت دوشنبه شب به وقت ایران با مسئولان وزارت خارجه این کشور در تماس بودند اما مسئولان وزارت خارجه ایران گفته است که تصمیم جدی در این خصوص گرفته شده است پیش از این وزارت خارجه طالبان در یاکنامهای که یک کاپی از آن به آمو رسیده محمد افضل حقانی را به عنوان سرپرست این سفارت در ایران گماشته است وزیر خارجه طالبان در این نامه به سفارت افغانستان در تهران گفته است که محمد افضل حقانی که از بهار امسال در 24 به عنوان سکرتر اول سفارت کار کرده بعد از این سرپرستی سفارت را بر عهده دارد باید افزود در این نامه که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان آن را امضا کرده آمده است که هدایت داده می شود تا آقای فضل محمد حقانی کارمند بست رتبه چهارم سکرتر اول سفارت افغانستان در تهران اعتبار از پنج جده سال 1401 از امور آن سفارت الا امر ثانی سرپرستی نموده و از اجراعات خویش اطمینان دهد یک منبع سفارت افغانستان در تهران گفته است که بعد از آن محمد افضل حقانی معاون کنسولگری به کابل سفر کرده و از آنجا با امر سرپرستی سفارت افغانستان در تهران به با ایران بازگشته است و در ادامه این گزارش ادعای قتل یک کارت فروش توسط دو عضو طالبان در مرکز پروان منابع محلی در شهر چارکار مرکز ولایت پروان مدعیند که دو عضو نیروهای طالبان یک کارت فروش را در این شهر با شلک سلاح نوی تفنگچه به قتل رسانیدند یک منبع معتبر بر روزنامه اطلاعات روز گفته است که این رویداد ناوقت روز گذشته دوشنبه یک حد رخ داده است با گفته من این دو عضو طالبان که خودشان را کارمندان فرماندهی امنیه گروه طالبان در پروان معرفی کردند بعد از تنیش لفظی با یک کارت فروش او را با شلک تفنگچه به قتل می رساند. من به افزوده هنگامی که مردم محل تجمع کرده و از اعضای طالبان پرسیدند که چرا این جوان را کشتند آنها با نشان دادن کارت های هویت خود گفتند که مربوط به فرماندهی امنیه پروان هستند و این فرد مجرم بوده است من بعد در ادامه علاوه کرده است که بعد از این رویداد این دو عضو نیروهای طالبان از ساحه فرار کردند با گفته منابع این رویداد از سوی طالبان بررسی نشده و عاملان قتل نیز مورد پیگرد قانونی طالبان قرار نگرفته است باید دفتر مسئولان محلی طالبان در ولایت پروان تاکنون در این باره چیزی نگفته است مواردی از های مرموز با پوشش طالبان پیش از این در سایر ولایت از جمله کابل پایتخت افغانستان نیز گزارش شده است بنده های محترم کانال شهر نیوز نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست نظر خود را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید تا یک گزارش دیگر خدا نگهدار